سلام به کلاس درس خوش اومدید خب بیاید بحث در مورد ویژگی های دترمینان رو با هم دیگه ادامه بدیم سومین ویژگی دترمینان که میخوایم با هم در موردش صحبت کنیم این هستش میگه که اگر جای اگر جای دو سطر یا دو ستون از ماتریسی را از ماتریسی را با هم عوض بکنیم عوض کنیم دترمینان ماتریسمون قرینه میشه دترمینان ماتریس قرینه میشود قرینه میشود یعنی در حقیقت چی داره میگه این ویژه گیده میگه می که فرض کنید ما یه ماتریس ها داشته باشیم درایه هاش رو هم بیاید مشخص بکنیم درایه هاش هستن ببخشید من خورده کج کشیدم ماتریس همو درایه های آ هستن آ یک یک آ یک دو آ یک سه آ دو یک آ دو دو آ دو سه و سطر سومش هم هست آ سه یک آ دو و آ سه خوبه خب حالا فرض بکنید که مثلا ما میایم جای دو تا سطر یا دو تا ستون از این رو با هم عوض میکنیم مثلا فرض کنید که میایم سطر اولش رو میگیریم جاش رو با سطر دوم عوض میکنیم خب اگر این کار رو بکنیم چی به دست میاد ما یک ماتریسه ب به دست میاریم که اون وقت درایه های چی هستن هستن سطر اولش میشه سطر دوم آ درسته یعنی هست آ دو یک آ دو دو آ دو سه بعد اون وقت سطر دومش میشه سطر اول آ یعنی آ یک یک آ یک دو و آ یک سه. و سطر سومش هم میشه آ سه یک آ سه دو. و آ همون سطر سوم آ هستش حالا داره این ویژگی به ما میگه که دترمینان ماتریس B برابر با منفی دترمینان ماتریس آ هستش خب بیاید با هم دیگه این خاصیت رو اثبات بکنیم اول طبق تعریف ما میدونیم که دترمینان ماتریس آ اگر مثلا بیایم روی سطر اولش بست بدیم برابر با چی هستش برابر با درایه اول سطر اول آ یک و آ ای یک و یک ضرب همسازه یک و یک ماتریس آ به علاوه آ ای یک دو در همسازه یک و دو به علاوه آب ببخشید به علاوه درایه یک و سه ضرب همسازه یک و سه ماتریس ها این از دترمینان ماتریس ها طبق تعریف حالا بیاییم دترمینان به رو بنویسیم خب چون اومدیم ماتریس آ رو رو سطر اولش بست دادیم بیاید ماتریس ب رو رو سطر دومش بست بدیم چون سطر دوم ب همون سطر اول آ هستش خب حالا پس ب رو داریم بیایم اینجا مشخص بکنیم داریم رو سطر دوم بستش میدیم خب رو سطر دوم بستش میدیم پس چی داریم داریم b21 سب در همسازه 21 ماتریس b به علاوه b22 دو دو در همسازه 22 دو دو ماتریس b به علاوه b23 در همسازه 23 ماتریس b درسته خب حالا بیاید یه نگاهی به این همسازه های ماتریسه b بکنیم مثلا b21 رو بیاید نگاه بکنیم b21 برابر با چی هستش؟ برابر هستش با منفی یک به توان دو به علاوه یک ضرب در دترمینان ماتریسی که از حذف سطر دوم و ستون اول به حاصل میشه دیگه درسته تعریف همسازه دو یک ماتریس بی یعنی دترمینان آ دو دو آ دو سه و آ سه دو و آ سه سه درسته خب حالا همونطوری که احتمالا حد زدید میبینید که این همسازه دو یک ماتریس B خیلی شبیه همسازه یک یک ماتریس A هستش یعنی اون همسازه ای که از حذف ستون اول و سطر اول ماتریس A حاصل میشه چرا؟ چون همسازه یک یک ماتریس A هست هست منفی یک به توان یک و علاوه یک در همین دترمینانی که اینجا داریم میبینید اونجا هم میشه آ دو دو آ دو سه آ سه دو و آ سه درسته خب حالا میبینید که همسازه دو یک ماتریسه بی و همسازه یک یک ماتریسه آ همه چیشون مثل همه غیر از این که این ذریبی که پشتشون دارن اینجا داریم منفی یک به توان سه یعنی منفی یک ولی برای آ داریم منفی یک به توان دو که میشه یک یعنی در حقیقت بی دو و یک مساوی با منفی آ یک و یک میشه خب این همین چیزی که من اینجا براتون نشون دادم میشه به راحتی و دقیقا با کار مشابه نشون داد که همسازه دو دو ماتریس به هم میشه منفی همسازه یک دو ماتریس آ و همسازه دو و سه ماتریس ب میشه منفی همسازه یک و سه ماتریس خب اگر بیایم اینا رو این روابط رو برای همسازا جایگذاری کنیم توی تعریف دترمینان B و به جای درایه های اول دوم سوم سطر دوم هم اون مقداری که دارن رو بذاریم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم میشه منفی A11 اک در یک اک 11 منهای A22 در همسازه دو دو دقت کنید این منفیه که اینجا داشتیم و من آوردم پشت هر کدوم از جمله ها دارم میذارم و من نهایتا منفی آ دو سه در همسازه دو یک ببخشید من اینجا دو تا اشتباه کردم درایه در دوم هست آ یک دو و درایه در سوم هم هست آ یک سه پس شد منفی آ یک یک در همسازه یک یک ماتریس آ های آ یک دو در همسازه دو در همسازه این یکی هم هست یک دو ماتریس A و منفی A آی یک سه در همسازه یک سه ماتریس A خب این عبارتی که اینجا داریم دقیقا میبینید که هست منفی آ آی یک در آ آی یک یک به علاوه آ آی یک در همسازه یک دو ماتریس آ به علاوه آ آی یک در همسازه یک سه ماتریس آ درسته که دقیقا منفی این عبارتی هستش که برابر با دترمینان آ هست پس دترمینان به دقیقا می شود منفی دترمینان آه. خب عین همین استدلال رو اگر ما مثلا سطر دوم و سوم هم با هم دیگه جابجا جا کرده بودیم میتونستیم بکنیم تا به دست بیاریم که دترمینان B مساویه منفی دترمینان آ هستش اما حالتی رو فرض بکنیم که مثلا سطر اول رو اومدیم با سطر سوم جابجا جا کردیم این یه خورده داستانش فرق داره اما بازم با یک کلک کوچیک میتونیم اثباتمون رو برای این حالت در حقیقت بیان بکنیم اگه جای سطر اول و سوم رو عوض کرده باشیم این کار رو میتونیم یه جورایی تو سه مرحله انجام بدیم اول جای سطر اول و دوم رو بیایم با هم عوض بکنیم بعدش بیایم جای سطر دوم و سوم رو با هم عوض بکنیم و بعد دوباره بیایم جای سطر اول و دوم رو با همدیگه دیگه عوض بکنیم میتونید خودتون خودتون رو قانع بکنید خیلی راحت که این سه مرحله معادل با جابجا جا کردن سطر اول و سوم هستش خب هر کدوم از اینا ما الان نشون دادیم که اگر سطر اول و دوم رو جابجا جا بکنیم دترمینان توی منفی یک ضرب میشه عین همون دوم و سوم رو هم اگر جابجا جا بکنیم توی منفی یک ضرب میشه و اول و دوم رو هم اگر جابجا بکنیم توی یک منفی یک ضرب میشه درسته پس چون این عمل معادل با جابجا کردن اول و سوم هسته سطح اول و سوم اگر اول و سوم رو با هم جابجا بکنیم انگار سه دور دترمینان رو تو منفی یک ضرب کردیم که منفی یک به توان سه هم مساوی با خود منفی یک هستش درسته پس اگر اول و سوم رو هم سطراش رو جابجا کنیم مجددا دترمینانمون قری نمیشه خب این همین استدلال رو میتونیم برای ستون ها هم انجام بدیم فرقی نداره به که رو سطر بس بدیم دترمینانمون رو اگه رو ستون ها بس بدیم دقیقا میتونیم مشابه همین استدلال اینجا نشون بدیم که با جابجا کردن دو تا از ستون ها دترمینانمون قری نمیشه خب این از ویژگی سوم ویژگی چهارم دترمینانمون چی هستش که میخوایم با هم یادش بگیریم ویژگی چهارم میگه که اگر دو سطر یا دو ستون از ماتریس از یه ماتریس دلخواه که حالا مثلا ما اسمش رو میذاریم آ ماتریس آ با هم یکسان باشند یکسان باشند اون وقت دترمینان ماتریس آ برابر با صفر هستش میگه اگر دو تا سطح یا دو تا ستون از ماتریس آ یکسان باشن دترمینان ماتریسمون صفر هستش خب اینو چجوری میتونیم اثبات بکنیم خب بیایید یه حالتش رو در نظر بگیریم مثلا بگیم که سطر یک و مثلا سه ماتریس آ با هم یکسان هستن خب این یعنی چی یعنی اینکه اگر ما سطر اول و سوم رو سطر اول و سوم رو توی ماتریس آ جابجا بکنیم اول و سوم رو اگر جابجا بکنیم ماتریس آ تغییری نمیکنه درسته از طرفی پس این ماتریس جدید دترمینانش باید با ماتریس آ برابر باشه درسته دترمینان این ماتریس جدید همون دترمینان ماتریس آ هستش چون تغییری نکرده با جابجا کردن این دو تا سطر خب از طرف این قضیه بالا داره به ما میگه که اگر ما دو تا سطر ماتریسی رو جابجا بکنیم دترمینانش باید قرینه بشه درسته پس دترمینان ماتریس آ باید با منفی خودش برابر باشه این یعنی چی یعنی اینکه دو تا در دترمینان ماتیس آ باید مساوی صفر باشه این منفی رو اگر ببریم سمت چپ به دست میاریم دو تا دترمینان آ مساوی صفر حالا اگر دو طرف رو تقسیم به دو بکنیم به دست میاریم دترمینان آ مساوی با صفر درسته پس از خاصیت سوم اگر استفاده بکنیم و اون دو تا سطح یا دو تا ستونی که یکسان هستن رو با هم جابجا بکنیم نتیجه میگیریم که دترمینان ماتیس آ که دو تا سطح یا دو تا ستونش با هم یکسان هستن باید با منفی خودش برابر باشه و اون وقت چاره ای نداره جز این که دترمینان برابر با صفر باشه خب این هم دو تا خاصیت دیگه از دترمینان ماتریس توی جلسه بعدی در مورد خواص بیشتری از دترمینان با هم صحبت میکنیم تو کلاس درس بعد میبینمتون